به شما هموطنان گرامی و بینندگان عزیز، به یاران و پشتیبانان مقاومت ایران و اشرف نشانان در سراسر جهان و به خواهران و برادران رزمنده و مجاهدمون در لیبرتی سلام میکنم. خوشحالیم که در برنامه ارتباط مستقیم از این لحظه در خدمت شما هستیم. چند پیش آخوند روحانی در ادامه سیاست‌های پاسدار احمدی نژاد مرحله دوم حذف یارانه‌ها رو با افزایش قیمت بنزین به اجرا گذاشت و طی اون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به 700 تومان و بنزین آزاد به بالای 1000 تومان رسید. این افزایش قیمت واکنش‌های اعتراضی مردم به جان آمده رو هم به دنبال داشت. البته می‌دونید که این افزایش قیمت به دنبال در حقیقت یک میشه گفت کارزار فریبکاری یکمه های آخوند روحانی در رادیو و تلویزیون و روزنامه های حکومتی برای اینکه مردم را به خودداری از دریافت یارانه ها وادار بکنند صورت گرفت. خب در شرایطی که نرخ تورم گفته میشه که تا 35% میرسه و 80% مردم ایران زیر خط فقر به سر میبرند، یعنی اکثریت مردم ایران در این حاکمیت روزانه فقیر و فقیرتر میشن، شکست کارزار تبلیغاتی رژیم برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه ها چه پیامدهایی رو برای رژیم در بر داره؟ و سوال دیگه اینه که اصولا چرا رژیم قیمت بنزین رو افزایش داد؟ آیا چشماندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم متصور هست، یا اینکه مردم ایران محکومند که در شیب رو به افزایش تورم و گرونی قدم به قدم به سمت فقر هرچه بیشتر پیش برن؟ و البته باز هم سلسله ای از سوالات دیگه، من جمله این که راه برون رفتی آیا از این وضعیتی متصور هست و آیا وعده های آخوند روحانی چه میزان امکان تحقق داره؟ این البته بخشی از سوالاتی است که در ارتباط با این موضوع میشه مطرح کرد و شما میتونید با تماس با ما از طریق فیسبوک یا ایمیل یا ارسال اسمس یا از طریق توییتر و اسکایپ نظراتتون رو با ما در میون بگذارید یا سوالاتتون رو مطرح بکنید. و اما مهمان برنامه این هفته ما آقای محمدعلی تویدی هستن. آقای تویدی سلام میکنم خدمتون، خیلی خیلی خوش آمدید. منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، هموطنانمون در داخل و خارج کشور، و سلام مخصوص به خواهران و برادران عزیزمون در لیبرتی، در خدمت شما هستم. بله، خب از زمانی که موضوع افزایش قیمت بنزین رو دولت آخوند روحانی به اجرا گذاشت و شاهد بالا رفتن قیمت بنزین و به تبع اون یک سری دیگه از کالاها و خدمات مورد نیاز عامه مردم بودیم، این موضوع همیشه مطرح بوده، این بار به نحو گسترده تری در واقع مطرح شده. مسئله روزمره مردم. بله، مسئله روزمره مردم هست و شاهد هشدارها و اخطارهایی هم هستیم در واقع، من جمله هشدارهایی که کارشناسان خود رژیم میدن و خلاصه چشماندازی رو ترسیم میکنن از اینکه یه مقدار چشمانداز ترسناکی برای رژیم از وارد شدنش به این موضوع، یعنی اجرا کردن فاز دوم طرح یارانه ها. من اگر اجازه بدید چند خط از صحبت های کارشناس رژیم رو در این رابطه براتون بخونم برای شما و بینندگان، بعد سوال اولم رو مطرح میکنم. خیلی فکر میکنم پایه ها و زمینه های بحث رو خیلی خوب میشه از طریق این صحبت ها منتقل کرد. این کارشناس رژیم در سخنرانی که داشته میگه که موفقیت فاز دوم هدفمندسازی بستگی به یک اجتماع در حکومت داره. به نظر میرسد که این اجماع وجود ندارد. بخش هایی از قوا آماده هستند تا روحانی فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص شدن پیامدهای منفی آن حمله های تخریبی خود را آغاز کنند. تلیعه هایش از همین بحث سبد کالا شروع شده است که نشان می‌دهد که اجماعی وجود ندارد. پس یکی منوط کرده به این که خلاصه تمام باندهای رژیم اجماع داشتن که این پیش بره، در قدم اول میگه نه تنها اجماع ندارن بلکه در حال تخاصم هستن. بله. اضافه میکنه که امروز اقتصاد ایران در عدم اطمینان است و دولت روحانی هم نمیتواند آن را از عدم اطمینان خارج کند. به طور خلاصه ارزیابی من این است که جامعه ایران از 2 تا 3 ماه بعد از عید
ارزیابیش از دولت روحانی تمام می شود و وارد فاز تصمیم نهایی می شود. ظاهراً دولت آقای روحانی مصمم است که فاز دوم را اجرا کند، یعنی خطای فاحشی که در این دولت رخ داده این است که مشاوران اقتصادی ایشان سه مسئله را آنقدر برجسته کرده اند و همه چشمها را به آن خیره کرده اند که در دولت حالت فلج و انفعال ایجاد کرده است. آن سه مسئله عبارتند از کسری بودجه و کسری در یارانهایی که باید داده شود، مسئله مسکن مهر و مسئله پایین بودن قیمت حاملهای انرژی، یعنی همین بنزین و گازوئیل و سوخت. اکنون اینها سه مسئله اول دولت شده و جوری برخورد می کنند که گویی تا اینها را حل نکند هیچ کار دیگری نمی توانند بکنند. بعد اضافه می کنه که امیدوارم که از اجرا منصرف شوند، یعنی از اجرای طرح یارانه، و اگر هم منصرف نمی شوند با یک سری ملاحظات اجرا شود. مثلا یکی از ملاحظات این است که بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالاها باید تفاوت قائل شوند، یعنی همون کاری که الان خلافش رو کردن. بنزین و گازوئیل در ایران تبدیل به کالای معیار شده اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است. جامعه ایران اکنون تحولات قیمت طلا و ارز و بنزین را به عنوان شاخص جایگزین تورم می‌بیند. یعنی اگر قیمت بنزین 100% بالا رود، برآورد مردم این است که تورم 100% خواهد بود. بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد بیدار شود و بعد یک باره با یک جهش عظیم تورمی روبرو شویم، سیلی که اگر بیاید این بار همه را خواهد برد. به همین خاطر است که میگویم در شرایط کنونی چنین سیاستی برای آقای روحانی یک سیاست انتحاری محسوب می شود. یعنی همین حذف یارانه ها؟ بله، همین سیاستی که وارد شده. خب من میخوام الان این سوال رو مطرح بکنم که این ترس و وحشت آیه تویدی برای چیه و خلاصه آخوند روحانی چیکار میخواد بکنه؟ بله، خیلی جالب بود نکاتی که گفته. البته کم نیست از این سنخ، منتها الان این عباراتی که شما خوندین برای منم خیلی جالب بود، یعنی با شکلی که این کارشناس فرمولی کرد که به نظر میرسه از خود باند و جناح خود روحانی هم هست. بله، یعنی داره به اصطلاح بهش نصیحت و توصیه میکنه. بله، خودش میگه که جالب بود، گفت که باید اجماع باشه در کل حکومت. در کل حکومت. حالا خود این هم مخالف، خود این کارشناس هم مخالفه با خود روحانی از بابت اجرای این موضوع. قبلش توضیح داده بود که در دوران احمدی نژاد این اجماع وجود داشت، یعنی همه باندها پشت احمدی نژاد بودن. میگه الان منتظرن که این یه کاری بکنه. مثل سبد کالاها مردم. البته خب این فرد فنی و از داخل رژیم صحبت میکنه، منتها تا اونجایی که من خاطرم هست در دوره احمدی نژاد هم بر سر این مسئله خیلی دعوا بود. بله، یعنی من یادمه تو این اواخر قبل از نمایش انتخاباتی رژیم در مجلسی که از دعواهای بسیار دامنه‌دار همین مسئله یارانه‌ها بود، حالا هر کی چی میگفت دقیق یادم نیست، ولی بر سرش خیلی جنگ و جدال بود و این اختلاف وجود داشت. الان هم که خود این کارشناس رژیم به وضوح گفته، ولی ببینید ترس و وحشتشون هم خب صراحت چیزی داشت، میگفت سیل میاد، سیلی خواهد آمد، سیلم از ناحیه مردم خواهد آمد، چون میگه مردم انتظارات تورمیشون، اینایی که انتظاراتی که دارن. بعدم اینجوری که گفت سه ماه بعد از عید، ظاهرا مثلا باید در مثلا آستانه عید باشه که میگه تا سه ماه دیگه ارزیابی مردم تموم میشه و یک انتظاراتی و یا یکی از خواستهایی و اون مطالبات اجتماعی به نحوی فوران میکنه که سیلی ایجاد میکنه که همه رو خواهد برد، همه رو، یعنی همه رژیم رو، منظورش همونایی که میخوان با هم اجماع کنن. خب این یک بیانی خیلی واضح و گویا از درون حاکمیت، از
جناح به اصطلاح همین مغلوبی که الان به دولت رسیده و به اصطلاح ابزارهای دولتی رو در دستش گرفته هست نسبت به اون واقعیتی که ما میگیم بحران سرنگونی یا موقعیت سرنگونی که این رژیم داره. و یک وجهش البته همین وجه اقتصادی و پیامدهای اجتماعی مسئله اقتصادی هست، در زمینهای دیگه هم هست. مثلا این رژیم خب در موضوع اتمی دچار یک بحران بسیار حادی هست، بر سرش اجماع نیست، دعواست. همین روزا تو خیابونا کنفرانس گذاشته بودن تحت عنوان دلواپسی، ما دلواپسیم، ما دلواپسیم، و واضح بود که دلواپسی هم برای کل نظام هست. فیلم گفتن که این مسئله اتمی و توافقی که در ژنو شده کل نظام ما رو هدف قرار داده و سکویی است یا چیزی است برای این. یعنی فرض کنید در مقوله اتمی در به اصطلاح چشم‌اندازش این حاکمیت جناح‌های مختلفش احساس خطر سرنگونی میکنن، یعنی همون سیلی که همه رو خواهد برد. میگن هم نظام، نمیگن مثلا روحانی یا این یکی یا اون یکی. در مقوله وضعیت تو عراق و سوریه و اینها هم که خب پیوند خورده با در واقع کیان این نظام. امروز یک خبری در یک تفسیری میخوندم، متنش البته تلویزیونی بود ولی متنش رو من میدیدم، یک کارشناسی گفته بود که مقایسه کرده بود بین وضعیت مالکی و وضعیت اسد برای رژیم. گفته بود که وضعیت اسد الان برای خامنه‌ای، برای دستگاه حاکمیت ایران جوریست که بخشی از این دستگاهه و اگه بره برای رژیم سرنوشت سازه. حالا این رو یک چرا در اون به نظر میرسید بحثی بوده که همین مسئله برای از بابت وضعیت مالکی هم هستش که الان خب دستخوش تحولاتی است بعد از انتخابات. منظورم اینه که در پهنه به اصطلاح صدور ارتجاع یا طرحی که رژیم در عراق داره با همین مسئله مواجهه، در ارتباط با مسئله سوریه و وضعیت سرنوشت بشار اسد با همین مسئله مواجهه، در مسئله اتمی با همین مسئله مواجهه، الان مسئله اقتصادی هم برای رژیم چنین موضوعی مثلا موضوعیت پیدا کرده، در واقع تبدیل شده به قول خودشون، اینا خودشون میگن شده مسئله امنیتی. یعنی مسئله چون صورت مسئله مثلا یارانه ها به طور طبیعی به طور نرمال ممکنه هر کشوری بحران اقتصادی مشکل اقتصادی داشته باشه و الان هست در همه دنیا این بحران هست، ولی خب بحران اقتصادیه، تدابیر اقتصادی میطلبه، راه حل‌های اقتصادی میطلبه، یه چیزی رو کم کنن، یه چیزی رو زیاد کنن، تدابیری بیاندیشن براش. منتها این مسئله اصلا برای اینها از بیان خود همین کارشناس هم برمیاد مسئله اقتصادی نیست، مسئله امنیت نظامه. یعنی اینا با یک مردمی مواجهن، تو همین نکته که شما گفتین حالا من به همین استناد میکنم، میگه که مردمی هستن که اینا تا 3 ماه بعد از عید دیگه صبرشون هم تموم میشه، انتظارشون و ارزیابیشون هم دیگه تموم میشه و خطر این هست که سیل بیاد اگه این مسئله حل نشه. خب مسئله هم که میگه قراره حل بشه، میگه انتحاره، چون این انتحار رو کرده دیگه، الان وارد، شاید این قبل از تصمیم باشه ولی به هر حال روحانی وارد این موضوع شده و این رو خب از لحاظ فنی درست میگه، فقط اینم نمیگه، بسیاری میگن، یعنی تقریبا بدیهیه، چون کاری مثل به اصطلاح بالا بردن قیمت بنزین که خودش به درستی میگه یه مرجع و یه معیار همه چیز رو تکون میده در یه وضعیت تورمی مثل وضعیت ایران، خب واقعا انتحار از لحاظ اقتصادی، چون چه تدبیری برای مهار پیامدهاش هست؟ اصلا نیست. منتها من یادم میاد یه بار معاون فکر میکنم همین روحانی بود، حالا کدومی که از معاونین، شاید معاون اصلیش یه که از معاونینش بود، وقتی که بودجه رو داشت به مجلس آخوندی میداد گفتش که ما وضعیت حالا اقتصادی و وضعیتی که کشور رو تحویل گرفتیم، دولت رو که تحویل گرفتیم، مثل یک زمین مینگذاری شده است. میگفت آره یه من یادم اومد، شما یادم، بله میگفت در وزارت خونه ها ما هر جا پامون میذاریم انگار که مین کاشته شده و پامون رفته روی مین. بله میگه پامون رو مینه، بعد چاد به طور مشخص شده همین موضوع یارانه ها بود، میگه پامون رو مینه و ما نه میتونیم برداریم، نمیتونیم فشار بدیم. یعنی این الان فشار داده، این مین رو فشار، خب
پیامدش مشخصه برایش چه خواهد بود. یعنی اون سه ماه بعد که برای خودش پروژه گذاشته، این حالت و این وحشت از اینش، و ما میگیم که وحشت رژیم از چیست؟ از اینه، از همینه. چون حالا این میگه که شما این کارو نکنید، برید، نسخه ای هم که میپیچه به لحاظ اقتصادی میگه برید همراهی کل حاکمیت رو به اصطلاح بیاید جذب کنید، این حالت شقه و اختلاف و اینا رو از بین ببرید، که اونم که تعلیق به محاله. یعنی هیچ تدبیری به طور مشخص هم در برابرش نیست. روحانی هم خودش رو در وضعیتی دیده که پا رو روی این مین فشار داده، هیچ تدبیری وجود نداره و به اصطلاح برون رفتی براش نیست، پا رو برداره از روشم، همین وضعیت چارش میره. به همین خاطر براشون خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. یعنی این وضعیت این جامعه، جامعه‌ای که همین به اصطلاح اینا تلاش کردن، مثلا به اصطلاح حالا شاید همون شما خودتون شاید تو مقدمه اشاره کردید یا از قولی این گفتید، نه تو مقدمه میگفتید که روحانی یک دوره‌ای رو گذرون به خاطر اینکه با این فریبکاری که به اصطلاح مردم رو منصرف کنه از گرفتن یارانه، یا قبلش این طرح سبد کالا رو اینا آورده بودن که الان موضوع اختلافشون هم هست، اینم اشاره میکرد، چه طرح سبد کالا، چه اون پیشنهاد این که مردم از یاران انصراف پیدا بکنن، همش تدابیری بود که این هزینه سنگینی که رو دوشش هست و نداره پولش رو هم، از اتمی هم که بهشون چیزی هنوز نرسیده چون اینا هم کاری جدی نکردن، این وضعیت براش راه حل نداده، چون مردم اونم که چیز نکردن به اصطلاح انصراف ندادن، نه انتظار داشتن 10 میلیون نفر مثلا منصرف بشن ولی 2 میلیون شدن که تازه بسیار بسیار کم، تا 10 میلیون هم دردی ازشون دوا نمی‌کرد. بنابراین این روحانی پا رو روی این مین گذاشته و فشار داده، نگرانی از اون سیل، بیانگر بحران رژیم، بحرانی که واقعا واقعی ترین بیان براش بیان بحران سرنگونیه. یعنی رژیم از سیل مردم به جان آمده و به سطوح اومده که دیگه کارت به استخونشون رسیده در وحشت. بله، خب من فکر میکنم خیلی به جا باشه قسمتی از صحبتهای همین مردم به جان آمده در ارتباط با یارانه ها و گرونی سرسام‌آور رو بشنویم، حرف دلشون هست، و بعد به اتفاق شما و دوستان برنامه رو ادامه بدیم. یه سری افراد میدن 100 میلیون 50 میلیون تومان، طرفی که با یه لابی قوی با اون دولت که داره، اون رابطه هایی که دارن، اینها زده بنداشون تو هر دولتی که عوض میشه هست. خیلی از جوونا واسه وامای 3 تومانی هزار تا زامن میخوان. میلیاردی که شما خودشون صحبتش میکنی، میگفتیم آقا اگه این 3000 میلیارد رو فهمیدی نه، اگه 15 میلیون کارگر اگر بیکارم که باشه فهمیدی نه، خیلی راحت میتونن توی مدت 4 سال 5 سال بین ما 400000 تا من زندگیشون رو بگذرونن. همش حرف این اصلا نه دل برای مردمانشون میسوزونن، نه دل به کارگر میسوزونن، نه دل به امیر میسوزونن، نه به کبیر، نه به صغیر، به هیچی، به هیچی دل نمیسوزونن. اینا فقط منافع شخصی خودشون رو من نگاه میکنن که آقا جون چجوری منافع شخصیشون رو تامین کنن. الهی به امید تو آقا ما تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم که او آقا تو تهران نشسته داره 300 میلیارد 400 میلیارد پول میتوزه میبره داخل بانکای سوئیس، این بابا برای که بچهش بفرسته مدرسه نمیتونه 2 میلیون وام بگیره. آقا اعتراض میشه دیگه، اعتراض چی میگن؟ اعتراض به همه میگن دیگه، آقا آدم اعتراض داره نسبت به چیزا. این کارگره نمیدونه او بابای 300 میلیارد دزدیده برده، خبر نداره. من که میبینم آتیش میگیرم. یکی با میترسته اونجا راه های مختلف داره دزدی میکنه، راه های مختلف، آقا زندگی بهتر، شرایط بهتر، همه چی بهتر، بعد دزدی هم میکنن. خب صحبت های شماری از هموطنان رو شنیدیم در ارتباط با دزدی های افسار گسیخته رژیم، که خب اون سوش فقر و فاقه مردم هست، اون که صدای واقعی مردم رو که اینا نمیذارن به جایی برسه، و دزدی هایی که هموطنانمون اشاره میکنن بخش کمیز از چپاول و قارتی که این نظام برای حفظ خودش انجام میده، و خب این
نه میذارن مردم متوجه بشن و نه اجازه میدن اگر اونایی که متوجه شدن اینو بیان بکنن. بله. واقعا اختلاس و دزدی در این رژیم بسیار زیاده، ولی اون دزدی که مثلا برای برنامه اتمی میشه یا دزدی و اختلاس و چباولی که بر سر خزینه های خارج کشوری رژیم و صدور تروریسم و ارتجاعش میشه سر به فلک میزنه که خیلی بیشتر از اون اختلاس های البته نجومی در داخل خود رژیم هست. بله. خب فرصتی هست، ما الان ارتباطمون وصل است با آقای مهرداد هرسینی، مسئول بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه، که ایشون رو همراه خودمون داریم و فرصتی هست که سوالاتی رو با ایشون مطرح کنیم. آقای هرسینی سلام می‌کنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش آمدید به این برنامه. آقای مهرداد هرسینی اگر که صدای من رو میشنوید، ضمن عرض سلام خدمت شما به شما خوش آمد میگم. با سلام خدمت آقای رفیعی و مهمان گرامی برنامه‌تون آقای توحیدی. درود بر شما. سلام مخصوص و دارم خدمت خواهران و برادران دلاورمون در زندان لیبرتی و زندانیان مقاوم و اشرف نشانان سیاسی در میهن اسیرمون و همچنین بینندگان خوب سیمای آزادی در هر کجا که صدا و تصویر شما رو دارن. در خدمت شما هستم. بله خیلی ممنونیم آقای هرسینی. ما بحث و گفتگومون در این برنامه پیرامون بحران رژیم هست و خلاصه جهش قیمت ها که آخرین اون رو شاهد بودیم با افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی که چه خلاصه بازتابی هم تا همین نقطه در جامعهمون داشته. همونطور که میدونید خب هر دو باند رژیم تلاش کردن با انبوه تبلیغات در رسانه های حکومتی مردم رو از دریافت به اصطلاح یارانه ها منصرف بکنن، براش تبلیغات کردند، حتی آخوندهای ریز و درشت رو هم به صحنه کشوندند و میخواستن با فتوا یا خلاصه مسئله شرعی قلم داد کردن اون مردم رو از دریافت یارانه ها منصرف بکنن. اما خب در نهایت خود رژیم میدونی که اعلام کرد که 2 میلیون بله 97% مردم پاسخ منفی دادند و حاضر نشدند از دریافت یارانه ها صرف نظر بکنند. میخوام بپرسم آیه هرسینی چرا این پروژه روحانی شکست خورد؟ شما به درستی اشاره کردین، هر دو باند یعنی خامنه ای و باند رفتنی تا مردم رو نسبت به دریافت یارانه منصرف کنند. برآورد اولیه رژیم بر این بود که با حقوق بازی و نیرنگ و صدور چند فتوای قلابی و کشیدن مسائل شرعی به نون شب مردم بتونه بخش عمده ای از هموطنانمون رو از سیستم یارانه حذف بکنه. از نمایش جمعه گرفته تا درخواست روحانی و حتی تا ارعاب مردم، جملگی از خیز بزرگی خبر میداد که رژیم آخوندی برای سرهم آوردن این قضیه به راه انداخته بود. واقعیت اینه که رژیم آخوندی در بنبست جدی به نام پرداخت یا عدم پرداخت یارانه گیر افتاده. یعنی اگر بیاد با اون رو حذف بکنه، به نارضایتی و همچنین شکاف طبقاتی، فقر بیشتر، لشکر گرسنگان و بیکاری ضریب میزنه. اگر حذف نکنه باید به قریب 98% مردم یارانه بده، اون هم در شرایطی که پولی در صندوق خزانه دولت نیستش. حداقل برای این کار و بخشای خدماتی رژیم پول نداره. برای صدور تروریسم، نقض حقوق بشر، بمب اتم، کمک به بشار اسد و مالکی جنایتکار و بنیادگرایی پول داره. اتفاقا نکته بسیار مهمی بود که آقای توحیدی به اون اشاره کردن. به هر حال ارزیابی‌های کارشناسانه اینو میگن که رژیم ولایت فقیه رقمی حدود 12 میلیارد دلار در سال برای اجرا کردن یارانه ها نیاز داره. دولت آخوند روحانی در تلاش بود تا با حذف قریب 50% از یارانه بگیران حدود 6 میلیارد دلار کاهش هزینه بکنه و درست در همون سمت و سوی بره که اقتصاد مقاومتی و ولی فقیه ارتجاع اون رو دیکته کرده بود. این وضعیت بحرانی رژیم در موضوع یارانه هاست. رژیم یعنی در یک دوراهی و در یک سردرگمی گیر افتاده که به قول عوام نه راه پس داره و نه راه پیش داره. اما در پاسخ به سوال شما، به دلیل بیپایگی و عدم مشروعیت اجتماعی و تنفر مردم از نظام آخوندی، مردم این بار پاسخ مناسبی رو به این درخواست رژیم دادن
دست به مقاومت زدن. خود کارگزاران حکومتی از رقم 98% صحبت میکنن، یعنی فقط چیزی حدود 2% انصراف دادن. مردم به حق این پروژه آخوندی رو به شکست کشوندن. وقتی میبینن که چپاول و غارتگری از در و دیوار این نظام پوسیده داره میباره، ابعاد دزدی و اختلاس ها نجومیه، مثلا 400 میلیارد دلار از درآمد نفت گم و گور شده، هیچ کس پاسخگو نیستش. وقتی میبینن که یک رقم دزدی 9 میلیارده، اونم توسط عامل سپاه پاسداران، یک رقم دزدی 3000 میلیارده توسط رئیس بانک مرکزی، یک رقم دزدی 1200 میلیارده چپاول از دارایی ملی داره انجام میگیره، وقتی میبینن ابعاد این دزدی ها رو، چپاول ها رو میبینن، به بیت خامنه ای و فرزنداش نگاه میکنن، مثلا خامنه ای 95 میلیارد دلار سرمایه داره، به هیچ بنی بشری هم در این مملکت پاسخگو نیست، یقینا دست به مقاومت میزنن، میز رژیم رو برهم میزنن. برای نمونه من حتی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک کمپین بسیار ساده و با زبان بسیار صریح دیدم که نوشته بودن ما یارانمون رو به خاطر بشار اسد ازش چشم پوشی نمی کنیم. سخن آخرم اون که من فکر میکنم کار درست و اصول همینه که مردم به رژیم یک نه بزرگ گفتن و از حقشون دفاع کردن و این جوهره اصلی پاسخ مردم و به شکست کشوندن رژیم در این صحنه بودش. بله خیلی متشکرم آقای هرسینی. من سوال دیگه ای رو دارم خدمتون، اما اگر اجازه بدید تماس یک هموطن از آلمان رو وصل بکنیم صحبتش رو بشنویم، بعد من مجددا خدمت شما سوالی رو مطرح خواهم کرد. خب سلام میکنم به محمد از آلمان، خواهش میکنم بفرمایید. من سلام میکنم خدمت شما و مهمان محترمتون. درود بر شما. امیدوار هستم که حال خوبی داشته باشید که داری. سلامت باشید. برای اینکه این رژیم چنون تو گل وا مونده که هر کسی از وضعیتش با خبر میشه مسلما حالش خوبه. من سلام میکنم به اشرفی های عزیز، مجاهدینی که از اشرف به زندان لیبرتی اومدن و کار خودشونو کردن، این زهر رو ریختن تو گلوی اینا، منتها فقط مونده یه مقداری دیگه اضافه بکنن، یه چند لیتری دیگه اضافه بکنن دیگه مسئلهش حله. و این احمقایی که اون رهبر کفنپارهشون که برگشت گفت اقتصاد مال الاغه است، حالا خودشون مثل الاغ تو گل وا موندن. خب معلومه یه همچین رژیمی نمیتونه اقتصاد رو درست کنه، نمیتونه ملت رو به جایی برسونه جز نابود کردن، هیچ کاری دیگه تا حالا نکردن. این آخونده فقط دوز هستن، فاسد هستن، همه شون هم انگلیسی هستن و هیچ کاری برای این ملت نمی کنن. تنها راش اینه که این ملت با هم دست به دست بدن، هر چی زودتر اینا رو سرنگون بکنن، هیچ راهی دیگه متصور نیستش. و امیدوار هستم که به زودی همین کارم انجام بشه. من قربان شما برم، خدا حافظتون باشه تا روز سرنگونی هر چی زودتر. خدا حافظ. درود بر شما. خدا حافظ شما. درود بر شما. حرف دل مردم رو زدین. خب اینم از صحبت‌های محمد از آلمان. اما برگردیم به صحبت با آقای مهرداد هرسینی. آقای هرسینی، خب قطعاً بیش از هر کسی رژیم نسبت به خطرات بحران اقتصادی و اون چه که الان در درون رژیم در ارتباط با مسائل اقتصادی میگذره اشراف داره و به شدت نگران از اوضاع انفجاری جامعه. یک نمونه‌ش رو در همین سال اول از قول یک کارشناس رژیم من گفتم. حتما در جریان هستین که باند ولی فقیه هم مدام نسبت به خلاصه فتنه و خلاصه احیای اون هشدار میده و باند رقیب رو با عنوان قیام گرسنگان، در واقع این اصطلاح قیام گرسنگان رو باند رقیب یعنی باند مقابل خامنه‌ای مطرح میکنه برای تهدید خلاصه این باند. میخوام بپرسم که چرا با این حال رژیم وارد این موضوع شد، قیمت بنزین رو افزایش داد و خلاصه اینکه چه پیامدهایی متوجهش خواهد شد از نظر شما؟ خواهش میکنم. سوال بسیار به جای. بحث حامل‌های انرژی به نظر من ریشه در یک سردرگمی و در همریختگی آشکار در نظام آخوندی به طور عام و در دولت آخوند روحانی به طور خاص داره. الان میبینیم که دولت آخوند روحانی از آغاز سال جدید یک شوک قیمتها رو به جامعه وارد کرده. برای مثال قیمت بنزین رو، بنزین سهمیه‌ای رو 75%، بنزین آزاد رو 50%،
و گازوئیل رو 66% افزایش داده. این افزایش قیمت ها که رژیم خودش بهش میگه طرح هدفمند کردن و یا همون طرح ضد مردمی هست به یارانه ها هستش، نه تنها به تورم و رشد فزاینده قیمت ها ضریب زده، بلکه یک فشار مضاعفی رو بر قشر بزرگی از هم میهنهای ما و به ویژه اقشار ضربه پذیر وارد کرده. کارشناس های مسائل اقتصادی بر این باورند که رشد نرخ تورم در کوتاه مدت پس از اعلام این افزایش قیمت ها حداقل 5% خواهد بود و به نرخ تورم قبلی اضافه خواهد شد. به هر حال یکی از سیاست های پایه‌ای در هر کشوری تنظیم اصولی قیمت حامل های انرژی که در رابطه مستقیم با درآمد و توان مردم هستش می باشه. افزایش قیمت 70% بنزین با هیچ عقل سلیمی و با هیچ سیاست اصولی جور در نمیاد. ما الان با رشد بی رویه قیمت بنزین به طور کلی انرژی اومدید افزایش تورم، فقر، بیکاری، تعطیلی تولیدات و گرانی سرسام‌آور رو در جامعه داریم میبینیم، در حالی که در حاکمیت چپاولگر ولی فقیه بسیاری از مردم الان هستن که توان حل و فصل نون شبشون رو هم ندارن. 15% جامعه یعنی چیزی حدود 11 میلیون نفر از هموطنهای ما الان در فقر مطلق به سر میبرن. نرخ فلاکت 50%، یعنی مجموع تورم و بیکاری. من چند تا نمونه خدمتون بگم که ما به این پیامدهایی که شما اشاره کردین در سوالتون برسیم. قیمت سیب زمینی طی 2 ماه گذشته 2 برابر شد. نرخ ویزیت پزشکای عمومی 50% افزایش پیدا کرده. تعرفه های آب و برق و گاز حدود 25% افزایش قیمت ثبت کردن. الان در پاری از مواد غذایی ما افزایش 200% رو داریم مشاهده میکنیم. نرخ اتوبوس، قطار، بلیط و همه و همه، یعنی شما به هر زمینه ای سرکشی میکنید میبینید که ابعاد تورم و بالا رفتن زنجیره‌ای قیمت ها به چشم میخوره. یک پدیده‌ای به نام سونامی گرانی الان در ایران پدیدار شد. اما اینکه چرا آخوند روحانی دست به اعمال چنین سیاست مخربی میزنه، واقعیت اینه که رژیم ولایت فقیه در وضعیت بحرانی اقتصادی و تنگنای مالی بسیار شدیدی برای حل و فصل مسائل روزمره مردم داره. در یک کلام دولت آخوند روحانی ورشکسته است. در بسیاری از زمینه‌ها برای راه اندازی نیازهای جامعه صندوق دولت درش پول وجود نداره. هدف دولت آخوندی هم همجور که در بحث بودجه چند وقت قبل گوشه هایی از اون به بیرون درس کرد، به دست آوردن میلیاردها تومان از جیب مردم هست. برای این کارم حاکمیت میاد یک راست سراغ نون شب مردم، سراغ درمان، تحصیل و به طور کلی معیشت هموطنهای ما که زیر جور و ستم رژیم به سر میبرن میره. سراغ اون کارگر و کارمندی میره که 50 ماه حقوق نگرفته، سراغ اون قشر ضربه پذیری میره که باید با حقوق 600 هزار تومانی ماه رو به آخر برسونه، در حالی که به گفته مقامات همین رژیم خط فقر 1.8 میلیون تومان هستش. یعنی بیپولی و فشارهای اقتصادی رو بر سر مردم مظلومی خراب میکنه که باید در صف گرفتن یارانه نقدی گردن کج بکنن، زیر باران و برف و سرما به انتظار دریافت چند کیلو برنج و روغن و غیره بمونن. صحنه هایی که ما در اسفند ماه دیدیم بسیار بسیار دردآور بود. اینها پیامدهایی هستش که حاکمیت آخوندی با سیاست های غلط اقتصادی خودش بر مردم ما تحمیل کرد. بله، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای هرسینی از شرکتون در این برنامه، از توضیحاتی که دادید. الان خیلی خوشحال شدم از دیدن تصویر شما و شنیدن صداتون. موفق باشید در انجمنتون با تمام دوستان. سلام برسونید و با آرزوی موفقیت برای تک تک یاران، به خصوص شخص شما مهداد عزیز. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. براتون شب خوبی را آرزو میکنم. پاینده باشید. ممنونیم از شما. تماسی داریم الان از تهران به شاهرخ. سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید، خواهش کنم بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزتون. ببینید الان بحثی که در کشور مطرحه، در ایران مطرحه، رژیم جمهوری اسلامی با ترفندهای مختلف میخواد حقوق اولیه مردم ایران رو که همون بحث هم یارانه هست، یارانه یکی از حقوق اولیه و یکی از حقوق اصلی مردم ایران هست، و میخواد انکار کنه و به نوعی تبلیغات گسترده ای انجام دادن که
که بخوان مردم رو منصرف کنن از دریافت این یارانه و دیدن که مردم با این حرکتشون واقعا مشت محکمی به دهان این رژیم زد و به این رژیم فهموند که مردم واقعا اینا رو نمیخوان، واقعا مردم در ته دلشون نمیخوان اینا رو قبول کنن. اگر مردم بخواستن قبول کنن به این همه تبلیغات اونا ترتیب اثر میدادن. بحث دومی که میخوام از شما خدمتتون بحث کارگرهاست. کارگر اکثریت جامعه ما، یعنی بنیان اقتصاد کشور ما توسط کارگرها به چرخش در میاد، اما ما متاسفانه میبینیم که قشر ضعیف جامعه ما الان کارگر هستن. کارگرایی که از حقوق اولیه محرومن، کارگرایی که از بیمه محرومن، کارگرایی که از حقوق بسیار پایینی دارن، کارگرانی هستن که الان توی معدن ها کار میکنن، با مشقت تخلیه کار نمیگیرن و بسیاری از این مسائل که خود شما برای این مسائل واقعی زمین به اطلاع دارید و با پرونده های مختلف از جمله این که میخواستن با بحث معنویت و با بحث مذهب بخوان مردم رو فریب بدن. من میخوام از همینجا به سردمداران این رژیم اینو بگم که مردم دیگه گول شما رو نمیخورن، مردم دیگه هیچ وقت گول این تبلیغات شما رو نمیخورن، مردم آگاهن، مردم دیگه اون مردمی نیستن که بخوان با طرف با حرفا و مطالب کسی که توی رسانه خودتون میذارید، توی خبرگزاری خودتون میذارید. مردم دیگه الان آگاهن به دروغ‌های شما، مردم آگاهن به اون افرادی که الان در جبهه مخالف در اپوزیسیون نفوذ کردید و از طریق اونا دارید به مردم دارید گول میزنید، کلک میزنید. ما همه آگاهیم و در همه مطالب و مسائلی که دشمن یعنی دشمن اصلی ما که همون خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی آگاهیم. هر که اونها به ما بگن ما عکسون عمل میکنیم، در تجمعات شرکت میکنیم. ما به زودی خواهیم دید که این رژیم سرنگون خواهد شد. درود بر شما. احسن، درود بر شاهرخ عزیز. خواهش میکنم اگه سوالی دارید من در خدمت هستم. درود بر شما. سوال که داریم ولی من صرف نظر میکنم، چون که میدونم در چه شرایطی شما از داخل کشور تماس میگیرید و با چه ریسک و خطرهایی. همین توضیحاتی که دادید فکر میکنم به خوبی وضعیت رو از دید خودتون ترسیم کرد، وضعیت جامعه به خصوص قشر کارگر رو. درود بر شما. ما خیلی استفاده کردیم از نزدیک شما وضعیت رو گفتید و همه حقایق نکاتی که گفتید تک به تک درست و واقعی است و البته پاسخ جامعه هم پاسخ قوی و نیرومندی است که خودش ما اشاره کردید. موفق و پیروز باشید. درود بر شما. خب تماس شاهرخ بود، هموطنمون شاهرخ از تهران، که ترسیم کرد گوشه هایی از اون چی که در میهنمون میگذره. اما الان آیتودی تماسی داریم، ارتباطمون برقرار است با آقای رسول عسقری، روزنامه نگار میهنمون، که فکر میکنم خیلی به جا باشه که توضیحات و صحبت های ایشون رو هم در این بحث و گفتگو بتونیم بشنویم. آقای عسقری سلام میکنم خدمتتون، خیلی خیلی به این برنامه خوش آمدید. سلام عرض میکنم آقای زخی و خدمت ایمان گرامی برنامه‌تون آقای توحیدی. خدمت سلام بر شما، خیلی خوشحال شدیم. متشکرم. به بینندگان محترم و خواهران و برادران قهرمانمون در زندان لیبرتی سلام میدم، در خدمتم. ممنونیم آقای عسقری از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من حتما نمیدونم این بحث و گفتگوی امشبمون رو تا چه میزان شما دنبال کردید. یک سوالی رو که من میخوام خدمت شما مطرح بکنم اینه که به نظر میرسه که آخوند روحانی در زمینه یارانه ها علارغم همه هشدارهایی که خلاصه خیرخواهای خودش بهش میدن، جا پای دولت احمدی نژاد داره میذاره و همون سیاست 8 ساله احمدی نژاد رو، سیاست های احمدی نژاد رو در زمینه یارانه ها با ورود به اون داره پی میگیره. میخوام بپرسم که چه نیازی آخوند روحانی رو به ادامه این سیاست واداشته و خلاصه چرا ناگزیر هست که اون رو ادامه بده؟ بله، خواهش میکنم. اقتصاد ایران درگیر بحران‌ها و تنگناهای ساختاری میدونید، یعنی هر گونه گفتگو از مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاست‌های دولت، یعنی هر دولتی تو ایران، در متن یک ناکارآمدی ساختاری اتفاق میفته. یعنی تورم، بیکاری، فساد، اختلاس، سوء مدیریت، اینا
زائده و محصول این ساختار جزء ذاتیش و شاید ناشی از عمل کرده فرایندهای معیوب در کل نظامه. تو ساختاریات شده با تغییر دولت ها، حتی با تغییر جهتگیری های سیاسی، نمیشه به مسائل اقتصادی پاسخهای خیلی متفاوتی داد. یعنی هر کس غیر از آخوند روحانی هم سر کار می اومد، شاید ناچار بود که از این الزامات تحمیل شده پیروی کنه. یعنی یک انتخاب نبود، یک اجبار بود، من اینطور فکر میکنم. اما به طور مشخص دلایل اجرای این طرح تو این موقعیت و شتاب دولت روحانی شاید از چند تا عامل مشخص نشأت میگیره. تو بعد اقتصادی میدونید هدف قرار گرفتن سیستم عصبی اقتصاد ایران، یعنی سیستم پولی و بانکیش در دور تازه‌ای از تحریم‌های جهانی که به بحث تحریم و کاهش شدید میزان خرید نفت از ایران هم رسید، کاهش چشمگیر تو صادرات نفت، خب به تبعش کاهش درآمدهای ارزی رو به همراه داشت. تو گام دومش دسترسی رژیم رو به همون میزان نفت فروخته شده به پول اونم محدود کرد. یعنی تو کشوری که شالوده حیات اقتصادیش روی وارداته، چه کالاهای مصرفی، چه واسطه‌ای و چه اولیه، و بخشی از حتی از بودجه جاری هم از راه فروش نفت و درآمد ارزیمون تامین میشه، دولت دچار کمبود نقدینگی شد، اومد به روال گذشته راحت ترین کار رو انتخاب کرد، اونم خالی کردن جیب مردم بود با افزایش قیمت‌ها و بازی که می‌بینیم با قیمت ارز و طلا و اینا داره صورت میده. دولتی که تو مصاحبه اخیرش همین چند وقت پیش اگر گوش کرده باشید، وعده کاهش تورم رو داشت میداد تو کشوری که حداقل تو 4 دهه گذشته ما همواره نرخ تورممون 2 رقمی بوده، دست به کاری زد که به قول شما همه اقتصاددانا متفق القول بودن که نتایجش فاجعه باره. این روشنه که به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت بقیه کالا و خدمات هم افزایش پیدا کنه. خب دلیلش هم این شاخص بندی قیمت‌ها با هم دیگه است، یعنی قیمت کالا و خدمات تو ایران هم دیگه گره خورده. یه تأثیر زبانی هم داره که بهش میگن اصطلاحاً انتظارات تورمی که به همه اینا ضرب میشه. اونم 15% فکر کنم الان کل هزینه تولید تو اقتصاد کشور و تو بخش ها مثل حمل و نقل، 50% هزینه ها مربوط به بخش انرژی، یعنی به طور مستقیم اینا تأثیر خواهد گرفت. یعنی این طبیعیه که این افزایش قیمت ها داخل این شاخص تورم هم بالا خواهد برد و نتیجه بلافاصلش هم خب افزایش نابرابری ها و تشدید شکاف های طبقاتی و فقر و مهنت هرچی بیشتر هموطنهای ماست. اما نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم این بحث پروژه بودن این موضوع، یعنی سیاست حذف یارانه ها که به عنوان بخش کلیدی و مادر نسخه نولیبرالی یا تعدیل ساختاری برای اقتصاد ایران دنبال میشه، به طور مشخص بعد از خاتمه جنگ ضد میهنی از طرف دولت رفسنجانی با مشارکت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کلید خورد. تو تمام این سالها و دولت‌های رنگارنگی که اومدن رفتن از کارگزار و اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی گام به گام اجرایی شد، تو هر دولتی بخشش اجرایی شد. مثلا تو دولت هاشمی تکیه‌اش رو خصوصی سازی و آزادسازی نرخ ارز بود و تعدیل نیروی انسانی تو ادارات. تو دولت خاتمی سوگیریش روی فشار بر کارگرا و زحمتکشا بود از طریق تغییر قانون کار، ترویج قراردادهای موقت، کاهش خدمات اجتماعی، بیپناه کردن اکثریت زحمتکشا. تو دولت احمدی نژاد خصوصی سازی کلید خورد، یعنی ادامه پیدا کرد که عبارت درست‌ترش شخصی سازی و واگذاری اموال عمومی به نهادهای نظامی و نور چشم یا بود. تا تو دولت احمدی نژاد مرحله اول حذف یارانه‌ها رسید. آقای عسکری معذرت می‌خوام. خیلی معذرت می‌خوام، صحبتتون رو قطع می‌کنم. یک تماسی از ایران داریم. من ازتون اجازه می‌خوام تماس رو بشویم، بعد ادامه صحبت‌ها رو گوش می‌دیم. خیلی ممنونم.
علی از ایران رو همراه خودمون داریم. به علی سلام میکنم، خواهش میکنم بفرمایید. سلام خدمت شما و خواهر بهبودی، برادر رفیعی و خواهر مهری و برادر امیر. امیدوارم حال شما خوب بوده باشه. من موضوعی که میخواستم در میان بذارم موضوع فقر و گرانیه. این یه چیزی نیست که انسان ماها بتونیم اینو تخصصی یا یه کارشناس باشیم. یه چیزی که عادیه پیش ما افتاده تو جامعه حس میشه. خیلی راحت میتونی بری مغازه ببینی گران شده، جنس گران شده، همه چی. الو سلام داری؟ بله بله صداتون میاد، بفرمایید. بله، این چیزیه که تو جامعه حس میشه. هر شخصی حتی که اگر سواد نمیخواد، بودنی چینی میکار شناس نمیخواد، آن آدم بی سوادی خیلی راحت میتونه بره مغازه جنسی که مثلا به 1000 تومن 500 تومن بیاد، مثلا با قیمت خیلی بالاتر، خب قیمتش بالا رفته. مثلا یه سیب زمینی رو میگیم دارن تو ایران، یعنی امروز 3300 تومن. خب این چیزی که دیگه نه کارشناس بخواه، نه باسواد بخواه، نه هیچی. و آقایونه که تو نظام هم مثل آقای جنتی برمیگردیم که کارگران به جایی که به معنویات فکر کنن به مادیات فکر کنن. خود مولا ما حضرت علی میفرماید فقر هست در وارد بشه ایمان از پنجره میره بیرون. یعنی مردم رو یک کاری کردن، ایمان مردم هم سوس کردن. مردم دیگه یعنی پول نون ندارن. یه چیزی که طبیعه هرزن بنزین امروز شده 1000 تومن 700 تومن، به قول خودشون دولتیش 700 تومن، چشون که اینی که دیگه خودشون اعلام کردن. جنس های دیگه که خب تو بازار دارن میگن اینا مثلا یه قیمتی میزنن، ولی مردم میان میرن تو بازار یه چیزی دیگه میبینن. مردم دیگه یعنی ماها، مردم که بگیم یعنی خود من و دیگران دیگه آسی شدیم، گرفتار شدیم دیگه، اصلا امان ما بریده شده. انشاءالله یه روزی بشه به کمک ارتش آزادی، به کمک برادران و خواهرانمون بتونیم ایران رو از چنگ این آخونده لعنتی آزاد کنیم. انشاءالله انشاءالله. بعد من اول موضوع شرمنده نتونستم یه سلامی بدم به برادران و خواهران گلم در اشهر در لیبرتی، از بس که اینا با جان خون و به قول معروف با اون خونپاره های سنگین و سبوک و با موشک های سبوک و سنگین و با چیا دارن فقط برای آزادی مردم از جان مال و همه چیشون گذاشتن. من شرمنده همه اینا هستن که نتونستن در کنار اینا قرار بگیرن. درست بر شما، درست بر شما، شما در کنار اونها هستید و پشتیبان و نیروی همون ارتش آزادی هستید که اونها تأسیس کردند و پیکارشون رو در راهش ادامه میدن. پیروز و موفق باشید علی جان. انشاءالله یه روزی بشه ما هم در کنار اینا بتونیم مقابل این آخونده لعنتی، این خامنه ای و طرفدارانش مثل جنتی، مثل آقای روحانی که کلید گرفت اومد بازار، مردم بیچاره بدبخت از الان بغضم گرفته. یعنی چیزی که دارم، یعنی نمیدونم حالا شما حس میکنی یا نه، کلید گرفت اومد یه سری مردم بدبخت تو انتخابات نمایشی. مگه مردم انتخابش کردن؟ مگه مردم دستی دارن؟ به قول خودشون دارن میگن که اگر همه ملت به یکی بگن آره رهبر بگه نه، یعنی نه رهبر که نه رهبر ملت، رهبر تصمیشان ملت آقای خامنه‌ای لعنتی که مردم ها یعنی به روزی رسونده که فحشا زیده 14 سال تو جامعه ما، تو ایران ما. فحش پدری برای عروسی دخترش چولیه میفروشه، مادری برای سیر کردن دختر بچه هاش میفروشه، کارهایی دست میزنه که گفتمش تو این برنامه سیما آزادی جایی نیست. ملت ما میبینن، ملت ما میبینن، ولی دلشون اصلا الان نمیدونم متوجه هست یا نه، ولی بغض هم یعنی گریه هم گرفته، واقعا گریه هم گرفته. یه روزی موسوی رو علم کردن، موسوی بدتر از خامنه ای، یه روزی احمدی نژاد علم کردن، این روزا این کلیس به دست علم کردن که حمله به زندانی نفهمه 350 و زندان تمام زندانی هم ولی چرا میکشن به قاطع احمدیشون. یه جوانی برای تحصیل دانشگاهش به خاطر اینکه خانوادش
تو کرمانشاه تو سایت هستش. این ملت اگر فکر میکنن مثال داره دروغه دارن تو سایت ببینن. یه جوان 21 ساله اگر اشتباه نکنم سنش رو یه اشتباه نکنم برای اینکه ادامه تحصیل نمیتونه بده میاد میره خودکشی میکنه. یه پیرمرد پیرترین رفتگرمون تو شهر زیبا به خاطر کمبود سوء تغذیه پزشک قانونی خود جمهوری اسلامی داره میگه. البته جمهوری اسلامی که نمیشه اسلام و اینا ضد اسلام هم جمهوری ضد اسلامی بگیم بهتره. این فقط به خاطر سوء تغذیه مرده کنار خیابان مرده. اینا را مردم همه میبینن انقدر تو مردم فشار انقدر مردم به فشار فشار روشونه که مردم بدبختان نمیتونن چیکاری بکنن. انشاءالله یه روزی برسه ارتش آزادی ما در کنار ماها در کنار ارتش آزادی بتونیم این ملت ها از این ستم این آخونده بیرون بیرون. انشاءالله ما هم در این آرزوی خیر و آرزوی بزرگ با تو سهیم هستیم. علی عزیز خیلی ممنون و سپاسگزاریم ازت از تماس، توضیحاتی که دادی، نمونه هایی که گفتی از اون چی که در داخل میهنمون میگذره. درود بر تو واقعا و انشالله که در همه فعالیت ها و تلاشات و کوششات موفق و پیروز باشی. درود بر علی، درود بر علی و علی های بسیاری که در سراسر ایران هستن. انشالله با امید آزادی ایران، با ارتش آزادی. خب صحبت های علی از ایران رو شنیدیم. برگردیم به صحبت های آقای رسول اصغری، روزنامه نگار میهنمون که با ما همراه است. آقای اصغری با عرض معذرت از اینکه صحبت شما رو قطع کردیم، خواهش من بفرمایید شما. خواهش میکنم. خیلی استفاده کردم از صحبت های هر دو تا هموطنی که تماس گرفتم. عرض به خدمت که عرض میکردم این فکر میکنم این پروژه رو، این سیاست هایی رو که اشاره فرمودید، ما باید تو قالب یک بسته ببینیم که به شکل ارگانیک داره منافع گروه های برخوردار اقتصادی و سیاسی رو تعمیم میکنه. اجرای این بخش پایانی این پروژه هم افتاده به گردن دولت روحانی، اما خب این تو یک شرایط مشخص سیاسی داره اجرا میشه. همونطور که عرض کردم یه بخش اصلی نسخه نولیبرالی اقتصاد ایران، یعنی حس یارانه ها و افزایش کمرشکن قیمت ها که مهره های رژیم به اون واقع سازی قیمت ها میگن، بلا فاصله بعد از سرکوب قیام مردم تو تابستان سال 88 و به عنوان مکملش کلید خورد. یعنی وقتی که رژیم پای کار اومد تا هر جور هزینه ای رو برای سرپا موندن خودش پرداخت کنه، چون این تغییرات پر هزینه و کلان مثل حمله مستقیم به منافع ملموس آحاد جامعه است، نیاز به چتر سیاسی و امنیتی ویژه خودش داشت. از این رو دیدیم که ابتدا سرکوب تشدید شد، چتر پلیسی گسترده تر شد، کهریزک ها را افتاد، چهره سرکوب اوریانتر و عمومیتر به نمایش گذاشته شد و رژیم سطح برخورد امنیتی و کنترل پلیسی خودش رو از اون موقع پایین نیاورد. این روند با سیاست اعدام‌های روزانه و در ملأ عام روحانی ادامه پیدا کرد. یعنی اگر این پروژه اقتصادی دولت روحانی سفره مردم ایران رو هدف قرار داده، مکمل همون سیاست وحشتیه که با اعدام‌های خیابونی دنبال میشه و این دوتا همدیگر رو دارن تغذیه میکنن و فکر میکنم که هدف هر دوی اونها سلب امکان زیست شرافتمندانه از مردم ایران. بله خیلی ممنون از توضیحاتون. آیه اصغری حتما در جریان هستید که روحانی با فریبکاری تلاش کرد که مردم رو منصرف کنه از دریافت یارانه ها، اما خب شاهد پاسخ مردم بودیم. میخواستم در این مورد نظرتون رو بپرسم که معنی این پاسخ رد از سوی مردم چی هست و خلاصه چه نتیجه ای میشه ازش گرفت؟ حالا گذشته از اون تصویر پرمعنایی که از اوضاع اقتصادی جامعه ایران و سطح معیشت مردم الان داره به دست میاد با این آمارها، چون اقتصاددانای مستقل و دانشگاهی، حتی بخشی از اقتصاددانا که به عنوان
کارگزار و نسخه پیچ رژیم عمل میکنن میگن که تو خوشبینانه ترین حالت 35% مردم زیر خط فقر به سر میبرن. یعنی جدای از این تصویر دردناک برای همه ما، این حرکت یک پیام سیاسی روشن هم داشت. اون پیام این بود که تو یک کلام، مردم کوچکترین پیوند و بگی با نظم سیاسی مستقر احساس نمی کنن. یعنی با وجود تبلیغات شبانه روزی رژیم، مجموعه باندهای اصلاح طلب درون قدرت، اخراجی از قدرت، همینطور پشت درمونده های اونا خارج از کشور که بسیج شده بودن از جیب مردم و زدن از حلقوم اونها پیروزی های خیالی خلق کنن، مردم بیرون نگفتن و نشون دادن که هیچ اعتباری برای اونها قائل نیستن. این حرکت مردم شاید یک شاخصی از معدل اعتماد عمومیشون در تمامی سطوح جامعه به رژیم و وعده هایی که برای بهبود زندگی اونا میده، نشون میده اعتبار دولتی که با شعارهای دهن پرکن سر کار اومد و هنوز یه سالش نشده چرا زیر سواله. طبعا این حرکت خب تصویری از فقدان پایگاه اجتماعی دولت رو به دست میده، اما به طرف خارجی هم که پای میز مذاکره منتظر کبوتر زاییدن افعی بود و هم به باندهای رقیب درون رژیم یه سیگنال های روشنی رو داره میفرسته که در نزاع درونی گرگ های درونی رژیم دست روحانی رو پایین میاره. بله، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای رسول عسقری از این که در این برنامه شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. آرزوی موفقیت و پیروزی هرچی بیشتر برای شما داریم. منم تشکر میکنم از شما. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید. دوست دارین تشکر میکنم از صحبتتون، نکات بسیار جالبی و تحلیل واقع بینانه ای که از وضعیت دادیم. موفق باشید آقای عسقری. زنده باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خب آقای تویدی، من میخوام یک سوال دیگه از شما بپرسم و بعد بریم سراغ تماسای هموطنان و ارتباطاتی که داریم با دوستانی که با ما الان همراه هستن. در سوال اول من قسمتی از سخنرانی یک کارشناس رژیم رو خوندم و سوالی رو مطرح کردم. من اجازه بدید که بخش دیگه از این سخنرانی رو به اطلاع شما و بینندگان برسونم و روی اون سوالی رو مطرح بکنم. این کارشناس رژیم در قسمت دیگه از سخنرانیش پیرامون وضعیت اقتصادی اینطور میگه: خطر بعدی خطری است که در تئوری دارون عجم اغلو اقتصاددان ترکیه بیان شده. اگر تورم بعدی در ایران رخ دهد، تخریب طبقه متوسط تشدید می شود. اکنون آمارها نشان می دهد که در سالهای اخیر وضع فقرا بدتر نشده است. برحال فقرا فقیرند دیگه. اما با هدفمندی وضعیت طبقه متوسط به سمت فقرا رفته است. یعنی طبقه متوسط هم به فقرا پیوستند. یعنی جامعه ما دارد به سوی یک جامعه دو قطبی فقیر و غنی می رود. با اجرای فاز دوم و یک موج تورمی دیگر این طبقه دوباره تضعیف خواهد شد. بنابراین ما با یک جامعه دوپاره و با یک شکاف عظیم اجتماعی روبرو هستیم. بخش بزرگ به طور نسبی ثروتمند و بخش بزرگی فقیر شده اند. اینجاست که تئوری عجم اغلو میگوید در این شرایط که جامعه به دو شکاف بزرگ فقیر و غنی تبدیل می شود، دو نتیجه دارد: یا افراد فرادست از ابزارهای خشونت برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و جامعه را به سمت یک دیکتاتوری خشن نظامی می برند، یا فرودستان و فقرا و حاشیه نشینان شورش می کنند و فضا را به دست می گیرند و در هم ریزی سیاسی اجتماعی آغاز می شود. که میگه البته هر دوی اینا آسیب پذیرن. من یک دوراهی رو این کارشناس داره ترسیم میکنه. سوال بعدی این است که چشمنداز بر سر این دوراهی چی است؟ اما اجازه بدید تماسی از شیراز داریم. احسان رو الان پای خط صحبت های احسان رو بشنویم، بعد شما لطفا به این سوال پاسخ بدید. سلام میکنم به احسان از شیراز، خواهش میکنم بفرمایید. سلام و درود به شما برادر عزیزم. من میخواستم
از این موقعیت استفاده کنم اینو بگم که همه مردم میدونن شطور سواری دلا دلا نمیشه. الان رژیم ایران اومده یک تورم و یک سختی برای مردم به وجود آورده و داره به قول اصلا فکر کنم مثال شاید براشون خیلی برازنده باشه که طرف رفته بالای شطور خودش رو داره در معرض دید قرار داده. یعنی اون چپاولی که داره میشه و اون اختلاسایی که قبلا شاید یواشکی میشد بدون دسترسی خبرگزاری ها، الان داره واقعا در معرض دید مردم. از این طرف که یارانا رو قطع کردن، هیچ جایگزینی هم براش نگفتن، از این بر بنزین رو گرون کردن، همه این مسائل رو دارن برای مردم پیش میارن. در کنارش میخوان مردم بیان به یه طریق مردم رو گول بزنن که بگن آقا ما داریم برای شما کار میکنیم، داریم نمیدونم بیمه درست میکنیم، داریم کارهای دیگه میکنیم. خب مردم دارن توی جامعه نگاه میکنن، زندگی میکنن. از اون گفتن بیان انصراف بزنید از یارانها تا براتون بهتر بشه. انگار دارن مردم رو تهدید میکنن که اگر از یارانها انصراف ندین وضع شما روز به روز بدتر میشه. بعد خودشون اگه بخوان تو یه آن میتونن همهشو قطع کنن. نه آمار درستی از انصراف دهندگان داده شد، نه بعد از اون گفته شد که اون کسی که انصراف دادن پولشون قراره در چه راهی صرف بشه. من خیلی متشکرم از شما که این موقعیت در اختیار من قرار دادین. یه روزی به نظرم مردم این جمعیتی که هستن یه روز به نظرم دیگه به انفجار میرسه، به اون حالتی میرسه که باید حق اینها رو کف دستشون گذاشت. بله، درود بر شما احسان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از تماستون و نکات به حقی که روی اون دست گذاشتید. درود بر احسان. شما وقتی از جوابی رو که من می‌خواستم بدم به این سوالی که مطرح کردن هم دادید. خیلی ممنون، موفق باشید احسان. شما هم موفق باشید. قربان شما، خدا نگهدار و شب شما بخیر. خب حالا من گفتم یک دوراهی رو این کارشناس ترسیم می‌کنه. چشم انداز چیه؟ در اختصار میگفتش که این مسئله که حل نمیشه، که خب جواب راه حلی نداره، دو حالت ممکنه ایجاد بشه. یکی این که خلاصه مردم به جان آمده شورش کنن، طبقات به قول این فرودست، فرودست اینا، چون طبقه متوسط که داره به فقرا میپیونده، در نتیجه شکاف ایجاد میشه، یه طبقه غارتگری در بالا هست و طبقات فرودست. این شکاف دو حالت داره، یکی اینکه اینا شورش کنن، یکی اینکه دیکتاتوری نظامی ایجاد بشه که اینا رو سرکوب کنه. خب من فکر میکنم این دوتاش یکیه در واقع امر. در هر حال بنبستی رو که میگه و شکاف طبقاتی به اصطلاح این دولت حکومتی که میخواست مستضعفین باشه، اینقدر تو جامعه قطبیت به اصطلاح دو قطبی کرده و میکنه با کارهاش که به چنین نقطه‌ای منجر خواهد شد. الان تو بحثایی هم که قبلا شما سوالاتی که میکردید، ببینید این برادرمون آقای اصغری خیلی خوب گفتش که چه پیامی داره وقتی مردم رد میکنن درخواستای اینا رو. الان هم از احسان از شیراز میگفتش که خب جواب دست رد زدن به سینه‌شو، فریب نمیخورن. ولی از لحاظ اقتصادی صرف اگه به این موضوع نگاه بکنیم، وقتی که 97% میرن برای گرفتن این یارانه، این نشون میده طبقه متوسطی وجود دیگه نداره، نیست. بله، میدونین از لحاظ اقتصادی. حالا اینکه مردم این رژیم رو قبول ندارن، چون این پول یارانه هایی رو که به اینا مردم میدن، از یک نفری که زندگی متوسطی داشته باشه هیچ مسئله حل نمیکنه. از البته از فرودستان هم مسئله حل نمیکنه، چون پولش بسیار ناچیزه. ولی در این حال ما میبینیم که 97% زحمت ثبت نام و گرفتن این رو به خودشون میدن، یعنی نیاز دارن. این نشون میده که پس 97% در چنین موقعیت از نظر اقتصادی هستن. خب این یعنی طبقه متوسط از نیست. من یادم هست یک کارشناسی قبل از این نوشته، از همین طرفداران خود این روحانی و جناح اینا هم بود، گفته بود که شما میگید 10 میلیون انصراف بدن. اون گفته بود اگر فقط 10 میلیون انصراف بدن، این نشون دهنده نابودی یک طبقه متوسطه. اگه 10 میلیون بدن، حتی یعنی اگر طبقه متوسطی باشه که حداقل اعتماد رو به این رژیم داشته باشه، باید مثلا از این جمعیت بالای 50%، 60%، 70%ش انصراف بده، چون این پولی نیست که. شما تصور کنید مثلا دوره مصدق که اوراق قرضه میخواست از جامعه، مردم جواهراتشون رو
خونه زندگیشون و وسایلشون هم میفروختن که پولی به دولت بدن که دولت بتونه مسئله رو حل بکنه. خب الان میبینیم که 97% من صرفت دارم از زاویه اقتصادی میگم اینقدر نیازمندن که میرن این پولو میگیرن، یعنی طبقه متوسطی در کار نیست، یعنی از بین برده، یعنی این شکافی که این ازش میترسه الان ایجاد شده. این فقط منتظر همون فرصتی هستن که سر این رژیم رو به سنگ بزنن. خیلی پیام واضحی داره این شکست، خیلی ترساننده است برای اینها. حالا این طرفی که شما ازش مطلب میخونین که اصلا هشدار داده بود که سراغ این کار نریم، ولی الان اگر این هم بررسی کنه و این جواب رو گرفته باشه، من نمیدونم چه تحلیل و تحلیل و تفسیری میخواد بکنه. قدر حکومت نظامی که حکومت نظامی هم به گرد پای سرکوب ولایت فقیه نمیرسه. کدوم حکومت سرکوبگر و دیکتاتور سرکوبگری از شیلی گرفته تا جاهای دیگه دنیا جنایات ها و سرکوب ها و قتل عام های این رژیم رو انجام داده؟ بله، خیلی متشکرم. تماسی داریم از اصفهان، خواهرمون الهام رو همراه خودمون داریم، صحبت هاشون رو بشنویم، نظرشون رو جویا بشیم و بعد در خدمت شما ادامه میدیم. سلام میکنم به خواهرمون الهام از اصفهان، خواهش میکنم بفرمایید. درود و خسته نباشید میگم خدمت شما آقای رفیعی، خسته نباشید و همچنین مهمون عزیز برنامه‌تون آقای توحیدی. درود بر شما. با سلام میگم و به همه تمام عزیزایی که با صداقت و شرافت جون خودشون در راه آزادی دادن و حالا وقت نتیجه‌گیری این تلاش بیوقت است. نمیدونم بگم سیاستشون واسه خودشون خوب بود یا بد. آخه میخواستن با فقر نگه داشتن مردم بهشون حکومت کنن تا مردم توان اینو نداشته باشن که بجز یه لقمه نون به فکر چیزی دیگه ای باشن. همین طور هم کردن، ولی حالا مثل این که گریبانگیر خودشون هم شده. یعنی میخوام بگم اینا به خودشون هم رحم نکردن، انقدر بدبخت و پست شدن که مردم التماس میکنن که یارانه نگیرن اما بازم موفق نمیشن. درسته که همه محتاج شدن ولی بالاخره برای آزادی باید یه تاوانی داد. درسته واقعا نمیدونم چی بگم چون که مردم بدبخت شدن، این قضیه خوشحال کننده ای نیست ولی بالاخره داره نتیجه میده. انقدر این سیاست این که مردم فقیر نگه بسید مردم فقر تحمیل کنن تا بهشون حکومت کنن جواب نداده و باعث شده که از ترس و قیام مردم تو هر برنامه نیروهاشون رو بریزن تو خیابونا. اینا بدبختن، فکر میکنن که مردم ازشون میترسن، در واقع دارن ترس خودشون رو نشون میدن. همین مسئله هم نشون میده که همین آقای روحانی هم که اومده با این سیاست این که اعتدال و میانه روی اصلا هیچ فرق با بقیه نداره، این هم یه شیطانی مثل بقیه است با امید زوب شدن هر که سریعتر این رژیم کثیف. زنده باد آزادی، زنده باد مجاهدین خلق، موفق و پیروز باشید. درود بر شما خواهر گرامی و همه شیرزنانی مثل شما در میهنمون، موفق باشید. ممنونیم از خواهرمون الهام، زنده باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر و ممنونیم از تماستون و نکات روشنگری که بر روش دست گذاشتید. خب خواهرمون سهیلا دشتی از اتحادیه انجمنها برای ایران آزاد رو همراه خودمون داریم در این بحث و گفتگو. خانم دشتی سلام میکنم خدمتتون، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام از من، خیلی متشکرم که این فرصت به من دادید که در خدمت باشم. ممنونیم از شما خانم دشتی از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. بحث افزایش قیمت ها هست و اون چه که گریبان مردم رو گرفته. میخواستم از شما بپرسم این افزایش قیمت ها، قیمت بنزین و سایر خلاصه حامل های انرژی که شاهدش هستیم تا همین نقطه چه بازتابی داشته؟ و از اون جهت که ایران یک کشوری هستش که از نظر وسایل نقلیه عمومی واقعا بنزین نیاز هست و جمعیت بزرگی داره که این جمعیت روزمره به بنزین نیاز دارن، افزایش قیمت بنزین تأثیرش رو بر زندگی مردم، یعنی بر زندگی طبقه متوسط که اصلا وجود نداره و طبقه کارگر به شدت میذاره و ما دیدیم که در این چند روز اخیر افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی بیشتر مردم از رژیم شده. شما نگاه کنید در کشورهای دیگه وسایل نقلیه ای هستن که شاید نیاز به عامل‌های سوخت مثل گازوئیل یا بنزین نداشته باشن ولی ایران اصلا همچین موقعیتی رو ندارن مردم و مجبور هستن که از بنزین استفاده کنن و این خودش باعث فشار بیشتر روی طبقه زحمتکش ایران هست. بله خانم دشتی،
به نظر شما اجرای این طرح هدفمندی یارانه ها به قول خودشون و مشخصا بالا بردن قیمت ضروری ترین کالاها و مایحتاج مردم چه پیامدهایی خواهد داشت برای مردم ما؟ قبل از که به این سوالتون جواب بدم فقط یک نکته رو میگم. یارانه در تمامی کشورها وجود داره و این وظیفه دولت‌ها هست که به مردم کمک کنن، یعنی که در رفاه عمومی و یکی از شاخص‌های رفاه عمومی توی جامعه، حالا توی ایران اسمش یارانه شده، تحصیلات مجانی، کمک هزینه اولاد، کمک هزینه مسکن و این چیزایی هستش که تمام کشورهای پیشرفته اینها رو با شهروندانشون میدن و جزء حق شهروندان محسوب میشه. حالا رژیم آخوندی میخواد اینها رو به عنوان صدقه به مردم بده و در حدی که واقعا مردم در یک نیاز مطلق به سر ببرن و فشار هم سیاسی هم اقتصادی و بیشتر از اون که مسئله اقتصادی باشه، وضعیت مردم ایران تحت یک حکومت نظامی پلیسی با یک شکل سرکوب خیلی شدید است و مسئله به نظر من مسئله ایران مسئله اقتصادی نیست، قبل از همه مسئله سیاسی است. چون من اگر درست یادم باشه سال 1998 جایزه اقتصاد نوبل رو یک پروفسور هندی برد به اسم آمیترا سن که تئوری که داده بود این بود که فقر بر اثر نداشتن و حتی قحطی بر اثر عوامل طبیعی نیست، بر اثر نبودن آزادی هاست و بر اثر استبداد هست که فقر به وجود میاد و همین زمینه فقر باعث انقلاب در کشورها خواهد بود. و این الان که من به ایران نگاه میکنم با این وضعیتی که هست کاملا مصداقش رو در این وضعیت مردم ایران میبینه آدم و این فشارها حتما فوران خواهد زد و باعث تغییرات شگرفی در مردم ایران خواهد شد. به خصوص که من این نکته رو باید یادآوری کنم، قبلش فراموش کردم بگم، مقاومت زندانیان سرفراز بند 350 اوین نمایانگر این حرکت بود که مردم میتونن وقتی که مبارزه کنن، استقامت کنن و رژیم رو پس بزنن، کما اینکه این زندانیان سرفراز کردن و همونجور که عزیزانمان تو لیبرتی این کارو دارن میکنن. بله خانم دشتی، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. منم عرض سلام دارم خدمتتون خانم دشتی، فرصت نشد صحبتتون رو قطع نکردم، خیلی استفاده کردیم و خیلی ممنون از توضیحات شما. بله خب صحبت‌های خانم دشتی رو شنیدیم. تماسی داریم از سوئد. سلام میکنم به مشتبه، خواهش میکنم بفرمید. مشتبه از سوئد اگر که پای خط هستید بفرمید، خواهش میکنم. بله خب تماس مشتبه از سوئد قطع هست، ولی آقای مسعود ابو علی رو همراه خودمون داریم روی خط که با ما هستن. آقای ابو علی سلام میکنم، سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. ممنونم از وقتی که به من دادید و اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت میهمان گرامیتون آقای توحیدی. سلام بر شما. سلام بر شما، در خدمت هستم. خیلی ممنونم آقای مسعود ابو علی. آقای مسعود ابو علی از انجمن ایرانی آمریکایی شمال ویرجینیا هستند که الان در این ساعت در این قسمت از برنامه همراه ما هستند. آقای ابو علی یک سوال دارم از شما در ارتباط با موضوع بحث امشبمون. اخیرا روزنامه حکومتی رسالت، ارگان باند مؤتلفه، از وجود 54 میلیارد و 750 میلیون دلار درآمد شرکت نفت خبر داد که در هیچ جای بودجه دولت روحانی ازش اسمی برده نشده و خلاصه میتونه به راحتی پاسخگوی اینجوری که خودشون نوشتن
پاسخگوی تأمین پرداخت یارانه ها به تمام مردم باشه. سوال اینه که این پولا کجا میره و چرا رژیم برای خلاصی از این حالت از این حالت به قول خودشون خفگی در بحران اقتصادی از همین درآمد استفاده نمی کنه؟ سوال بسیار به جای کردید. عرضم به حضور شما، این رژیم کی تونسته مرزی بین بودجه جاری کشور و درآمدهای نفتی بکشه که قابل دیدن باشه، قابل لمس باشه برای مردم ایران؟ این رژیم کی تونسته بودجه‌های عمرانیشو به مردم نشون بده یا بودجه‌های اجتماعیشو به مردم نشون بده؟ درآمدهای نفتی این رژیم در 10 سال گذشته، به خصوص در اون دوره 8 ساله پاسدار احمدی نژاد، چه بسا از این رقم هم بسیار بالاتر بوده. و رژیم خیلی خوبم این پولا رو خرج میکنه و نگاهی کوتاهی به تاریخچه این رژیم و کارهایی که این رژیم سر مملکت ما، سر مردم آورده و تو منطقه داره انجام میده خیلی گویاست. این رژیم این پولا رو خرج بقای خودش و ماشین ترورش میکنه. مگه یادمون رفت شعار قدس از راه کربلا، جنگ ضد میهنی رو، 8 سال جنگ ضد میهنی رو، عمق استراتژیک رژیم عراق، سوریه، لبنان، شمال آفریقا؟ خب این همه درآمدهای نفتی هستش که اونجا داره خرج میشه، ولی در عوض میبینیم که سفره مردم خالی و خالی تر شد تا جایی که الان سفره‌ای وجود نداره. میبینیم که کارخانجات ما یکی پس از دیگری دارن ورشکست میشن و کارگرهای زحمتکش عزیز کشور ما به طور جمعی اخراج میشن. همین اول ماه می چند روز پیش 2 تا کارگر خودسوزی کردن به خاطر که عاجز بودن نون سر سفره زن بچه‌شون رو تأمین کنن. بله، درآمد نفتی رو رژیم خوب استفاده میکنه، ولی دلیل این که نمیتونه بیلان بده برمیگرده باز ماشین توریستش. عرض کردم خدمتون اون پروژه ضد میهنی اتمیش. این رژیم از روز اول به دنبال دستیابی به بمب اتم بوده برای اون سیاست صدور تروریسمش، سیاست باجگیریش و گروگانگیریش. بله، این پول ها اونجا خرج میشه. بله. نه بر روی سفره مردم. بله. حالا رابطه مستقیمم با یارانه ها داره که اگر وقت اجازه بده عرض میکنم. بله آیه ابوعلی، آخوند روحانی از موقع روی کار اومدنش و حتی قبل از اون وعده های زیادی درباره بهبود وضعیت خلاصه معیشتی مردم میداد، به نوعی که برخی از اصحاب مماشات هم خلاصه حرفاش رو حلوا حلوا میکردن، براش تبلیغ میکردن. اما بعد از گذشت این ماها از سر کار اومدنش و به خصوص بعد از افزایش قیمت بنزین و شکست طرحش برای منصرف کردن مردم، در رسانه‌های بین‌المللی منعکس شده بود که خلاصه ماه عسل روحانی به پایان رسیده و خلاصه این وضعیت دولتش رو در مقابل یک آزمایش تعیین کننده قرار داده. میخوام بپرسم آیا به نظر شما رژیم راهی برای خروج از بحران عمیق اقتصادی داره؟ آیا صورت مسئله که الان ما باش مواجه هستیم یک دعوای باندی و جناحی هست که حالا در زمینه اقتصادی خودش نشون میده؟ عرضم به حضور شما، من فکر نمی کنم صورت مسئله دعوای جناحی مختلف رژیم باشه. این برمیگرده به همون مسئله یارانه. فکر میکنم خانم دشتی هم توضیح دادن یارانه چیست. خب یارانه رو همه کشورهای دنیا دارن، هر کس به نحوی بر اساس فرمولای شناخته شده اقتصادی که یا درآمد نقد، یارانه نقدی، کمک های نقدی به قشری از مردمشون که در بخشی از زمان در یک برهه زمانی دچار مشکل میشن میدن، یا اینکه سوبسید میدن روی ارزاق اصلی که مایحتاج مردمه. خب
این در دوره پاسدار احمدی نژاد بحث یاران بسیار شده و من با اینجا با اشاره کنم که اینها آمدن و سوبسید رو برداشتن، یعنی اون دیسکانتی، اون چی میگن دیسکانتی که مردم از روی ارزاق عمومی سوخ، برق، آرد، گندم، برنج میگرفتن اونا رو برداشت و یک یارانه نقدی در واقع 45500 تومان فکر میکنم برای مردم تعیین کرد. ولی هدف یارانه نبوده، هدف این رژیم این بود که بتونه از بانک مرکزی ارز خارج کنه، بعد به شکل قانونی معادل اون ارز خارجی رو ریال تزریق کنه به جامعه، که همین کارم کرد. نتیجهش چی شد؟ تورم، تورم بی حساب، ورشکستگی کارخونجات، اخراج کارگرا زیر صفر، رفتن تولید ناخالص ملی. این شد نتیجهش. حالا آخوند روحانی اومده و به قول معروف بعد از اون تمام شعارهای انتخاباتیش میاد نگاه میکنه میبینه که نه، اون مسئله مردم دستشو خوندن و تورم کمرشکن شده، نمیتونه از زیرش قد بلند کنه، قد علم کنه، نمیتونه از زیرش در بیاد. آمد و از مردم درخواست کرد که انصراف بدن، ولی خوب شد همین درخواست این آخوند روحانی از مردم، از اون 75 میلیون نفری که باید شامل دریافت رایانه میشدن، 3% انصراف دادن، یعنی 97% نگفتن. جایی که من اینجا دارم عرضم به حضورت از جنای مخالف جنای رفسنجانی، اجازه بده من اینجا پیدا کنم، اینو من دیدم در یکی از همین نشریات رژیم که گفته که دولت، مردم تنفر خودشونو از این دولت نشان دادن و روز ابتکار فکر کنم این مسئله رو گفته بود از باند رفسنجانی است که پاسخ منفی مردم به فراخوان دولت برای انصراف از دریافت رایانه زنگ خطر جدی است که نواخته شده است. در واقع منظور رفسنجانی که خودش یکی از ستونهای اصلی این نظام بوده و هست چیست؟ به نظر من منظورش اینه که ناقوس مرگ نظام ولایت فقیه زده شده، چرا که خود اینا هم تایید میکنن که همین عدم انصراف از دریافت رایانه یک رفراندوم و نه بزرگی به این دولت بود. بله. دولت آخوند روحانی. درود بر شما مسعود عزیز، خیلی ممنونیم. متاسفانه وقتمون رو به پایان است، کاش فرصت میبود سوالات دیگه ای رو هم مطرح میکردیم، اما به هر حال استفاده کردیم از توضیحات شما به همین دوتا سوالی که مطرح کردیم. خواهش میکنم. تشکر آقای ابو علی، خیلی استفاده کردیم، موفق باشید. خواهش میکنم، متشکرم، ممنون از وقتی که ما دادید. قربان شما، شبتون بخیر. خب تقریبا حدود 5 6 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. آیت بود یک سال دیگه الان در پایان برنامه، من از فرصت میخوام استفاده کنم خدمت شما مطرح بکنم. قبل از اینکه سوالو مطرح بکنم یک تیکه رو با هم دیگه ببینیم، یک فیلمی که یک بخشی از صحبت‌های روحانی از پیرامون همین مسئله یارانه‌ها و فراخوان به انصراف مردم. لطفاً دوستان رو در اتاق فرمان فیلم رو پخش بکنید، من بعد از اون سوال رو مطرح خواهم کرد. اونهایی که نیاز اونچنانی به این یارانه ندارن، دست رد به سینه یارانه نقدی بزن. شما برای یارانه نقدی ثبت نام کردی؟ نه، من نیازی ندارم، ثبت نام نکردم. نه. انصراف دادید؟ چرا؟ خب شرایطش داشتم، شرایطی نیاز به این یارانه نداشتم. درآمدی نیست که بتونه برام تاثیرگذار باشه تو زندگیم. به عنوان یه شهروند وظیفه خودم میدونم که احتیاج ندارم انصراف بدم. ثبت نام نکردم. اولم در رابطه با فضا سازی هست که ما داریم درست میکنیم که مردم در بحث یارانه ثبت نام نکنن. واقعیت اینه که ما حامل های انرژی رو از قبیل برق و گاز و آب و بنزین و گازوئیل همه رو گرون کردیم.
پولشون رو از مردم داریم میگیریم، مقداری از این پول رو میخواییم به مردم برگردونیم. حالا ما کلن رسانه ها رو ساماندهی کردیم که مردم رو در یک معذوریت قرار بدیم، تهدید میکنیم، تغییر میکنیم که ثبت نام نکنن. خب صحبت همه که آخوند روحانی بود و پاسخی که یک نماینده مجلس رژیم اینجوری میده. میخواستم آیه روحانی بپرسم که خب این فریبکاری رو آخوند روحانی، آیه تویدی، این فریبکاری رو که روحانی را انداخته برای خلاصه فریب دادن مردم، چقدر میتونه پیش ببره و مؤثر باشه؟ این جوابی که مردم دادن تو همین، به قول خودشون الان آقای ابوعلی میخوند از روزنامه‌های رژیم که رفراندوم و نه بزرگ بوده به خود همین روحانی و این التماس درخواستی هم که به این موضوع میکرد، هموطنان هم که از داخل کشور تماس گرفتن یه حرف مشترکی داشتن، میگفتن ما دیگه اعتیاد به زیاد بحث نداریم، خودمون میریم بازار خرید میکنیم و وضعیت رو میبینیم. الان هم شما از قول این کارشناس رژیم وضعیت رو گفتین، یعنی خود این فردی که از قولش مطلب میخوندین آدمی بود که مال همین بانده، خیلی روی این حساب میکنه و به نوعی تلاش داره که به هر حال همین روحانی رو و این به اصطلاح جناح رفسنجانی روحانی و به قول خودشون اصلاح طلبان رو راه حلی برای این بحران قلمداد کنه، منتها به شرطهای غیر واقعی که خودش میذاره. ولی واقعیت اینه که به اصطلاح آخوند روحانی اگر در خارج ایران یا اون فریبکاریاش الان شما اشاره میکردید در یکی از صحبتاتون، خیلی زود این به اصطلاح دستش رو شد. چند ماه نگذشت که حتی اون مماشاتگرانی که خیلی اینا رو حلوا حلوا میکردن، الان هم به سودشونه که حلوا حلوا کنن، گفتن آقا شکست خورد، محصلش تموم شده، نتونسته طرحاشو پیش ببره. حتی دبیر کل ملل متحد گفت حرفا و شعارهایی که سر حقوق بشر یا تغییر این چیزا داد بعدایی که واقعی نیست محقق نشد. و این بنبست توی این دستگاه خامنه ای به طور عام کل نظام و روحانی برای مردم خیلی زودتر به روی گردن. اون گفته بود 3 ماه بعد از عید تمام میشه، ولی خب من یک مطلبی خوندم از حجاریان، از تحلیلگرا و مغزای متفکر همین دستگاه اصلاحات، بسیار وحشت زده از روی گردانی مردم بوده. حتی اون میگفتش که کاری نکنید که شعار بدن احمدی نژاد بیاد. یعنی ببینین چقدر داریم تو ادبیات و به اصطلاح صحبت خود اونا صحبت میکنید. واقعیت اینه، ببینید این آقای ابوعلی نکته خوبی گفتن سر مقطع جنگ. وقتی جنگ بود همه میگفتن که اقتصاد ایران یدک جنگه، خود رژیم هم میگفت تمام به اصطلاح برنامه ریزی های اقتصادی یک کشور به این ابعاد یدک جنگ شده بود. واقعیت اینه که الان هم همین جوریه. این سوالی که شما کردید که این ارقام درآمد چند میلیاردی که گم میشه و تو بودجه نیست، واقعیت اینه که الان درآمد ایران، چون درآمد پول، ببینید الان شما میبینید کشور بحرانی است، مثلا فرض کنید میگن یونان بحران اقتصادی داره یا اوکراین بحران اقتصادی داره، مثلا میگن 17 میلیارد 20 میلیارد 10 میلیارد یه بودجه کمکی تزریق میکنن. این حکومت از محل نفت 1000 میلیارد دلار تو 8 سال گرفته، یعنی پول هست، پولی که درمانه برای همه کشورها، کلی میدن مذاکره و معاش که با یک مثلا چند ده میلیون یا 100 میلیارد وامی یک مملکت رو حل و فصل کنن، ولی این 1000 میلیارد پول بهش داده میشه، یعنی از منابع ثروت مردم ایران. ولی همه اینها بالاترین تورم رو و بالاترین فشار رو بر مردم، بر طبقه دست جامعه ایران وارد آورده. پس این راه حل نداره تو خود این دستگاه. چرا؟ چون اقتصاد نداره، چون اقتصادش یدک یه جنگی است با جامعه بین المللی و با مردم ایران. ما الان صحبت میکنیم از این هزینه ها، ببینید این هزینه ای که رژیم تو عراق میکنه. من یادم معاون رحیمی، معاون احمدی نژاد میگفت ما هر وقت بودجه داریم میگن که اولویت مال عراقه، برای هزینه هایی که رژیم تو عراق میکنه. مثلا قبل از انتخابات اینا در بغداد مرکز دایر کرده بودن برای کنترل اوضاع. خب این خرج داره، خیلی خرج داره و مخارج داره. این گروه هایی که این درست میکنه و نفوذ میده و هزینه میده تحت عناوین مختلف.
با سوریه، سوریه فقط ارسال پاسدار که نیست، یکی از مقامات خود روسیه گفته، گفته یه خط چند میلیاردی هست که برای انتقال سرمایه و پول به داخل سوریه کار میکنه، برای عراق از این هزینه ها میکنه، برای تونل سازی های اتمی هزینه میکنه، هیچ کدوم از این هزینه ها هم تو طرح بودجه نیست، و بعد پول بسیار کلانی که میده برای خود پاسدارا، برای سپاه پاسداران، برای بسیجیا، برای به قول خودشون ایثارگران، اونایی که حقوق بگیر این دستگاه سرکوب خامنه ای هستن، یعنی ارقام 10 میلیاردی، 20 میلیاردی، 100 میلیاردی حتی، خب این ارقام تو این دستگاه هست، اصلا بودجه عمرانی و بودجه معمولی و رسمی اصلا به گرد اینا نمیرسه. در نتیجه شما 1000 میلیارد درآمدن به این رژیم تزریق میکنید، بدتر میشه که بهتر نمیشه. یعنی اقتصاد یا مثلا هزینه کلانی که این رژیم میکنه برای سرکوب این مقاومت، هزینه های کلان برای تبلیغات علیه این مقاومت، برای سریال سازی علیه این مقاومت، برای جذب نیروهاش و آدمهاش و هزینه دادن به گروه های تروریستی که در خود عراق داره ادامه میده، این هزینه های کلان میره، چیزی به اقتصاد ایران نمیرسه. بنابراین عیناً همون وضعیت جنگ، یعنی اقتصاد ایران یدک جنگ آخوندهاست با مردم ایران، با مقاومت ایران و همچنین با جامعه بین المللی از طریق برنامه اتمی برای حفظ نظام. اقتصادی وجود نداره، در نتیجه این وضعیت به قول خودشون انفجاری و مینگذاری شده ای که پاشون روش هست ادامه داره. فریبکاری هم نمیتونه اثر داشته باشه در چنین وضعیتی. بله، برحال خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای توحیدی. وقتمون به پایان رسیده، کاش فرصت می بود و وجوه دیگه ای از این بحران رژیم رو میشد بررسی کرد. انشالله احاله بدیم به برنامه های بعدی. به اتفاق آقای توحیدی مهمان برنامه امشب، از همه شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم و با عرض پوزش از بقیه دوستانی که همین الان با ما در تماس هستن، اما متاسفیم که فرصت وصل تماس ها نیست، انشالله هفته های آینده در برنامه های آینده باز در خدمت شما خواهیم بود و صحبت های شما رو خواهیم شنید. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. خدا نگهدار.